بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید تعداد بزرگی از پیاده‌گردان را که قاعده های حرکت در راه را رعایت نکردند جریمه کردند. آنها میگویند بنابر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه اکثر صدمه ها محض به همین خاطر رخ داده است. از این رو حالا تصمیم گرفتند تا جدی آن پیاده‌گردانی که قاعده های حرکت در راه را رعایت نمیکنند جریمه کنند. ما این موضوع را پیگیری کردیم و با پیاده‌گردان و رانندگان در این موضوع صحبت کردیم. بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 200 هزار ساکن تاجیکستان برای رعایت نکردن حرکت در راه مجازات مأموری شدند. بر طبق این آمار به هر 140 ساکن تاجیکستان یک نفر رست می‌آید که قاعده را رعایت نکرده است. عبدالرحمن یک جوان 21 ساله است. این ساکن جوان دوشنبه می‌گوید با آن خاطر از این راه عبور نمود که راه‌های پیاده‌گرد در مسافه‌های از هم دور قرار دارند. راه نسکه و دو مجبور شدن که هم تبزگران برای 1 کیلومتر مرای بولو مزاری. از همه بیشتر در شهر دوشنبه قاعده های حرکت در راه ویران شدند. بازرسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی و هلاکت آدمان را بر رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان مربوط می دانند. در شهر دوشنبه 39956 پیاده‌گرد برای رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه مجازات مأموری شدند. رانندگان می گویند واقعا حرکت پیاده‌گردان در راه ها خیلی خطرناک صورت می گیرد. خصوصا در راه های شهری بسیار وقت ما در تشویشیم که از فعال از حرکت ناگهانی پیاده‌گردان ما وای می‌شویم. انتظار شده نباشد که حوزی وای راه میزگرند یا نمیگذرند. برای ما فهم وقت در تشویشیم. نه همه پیاده‌گردان به ایده‌های رانندگان راضی اند. فاطمه یک دانشجو دختر میگوید برخی راننده ها حتی در راه گذرها با وجود سرخ بودن چراغک پیاده گردان را راه نمی دهند. و گفته او رانندگان تنها در مکان های به پیاده گردان راهی گذاشتن می دهند که آنجا کامیره های نظارتی نصب شده است. مثلا از راه گذاشتم یک مسافت سالش کلانتر با بالام های کده گذاشت. خیل دمو با نموس به نموسش بسیاران بسیارش هست راه میتیه بسیارش هست راه نداده با بالا تای میکنن. مشکلی بسیاره. تنها در شهر دوشنبه 265 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در پای آن 44 نفر هلاک و 69 نفر مجروح شدند. بازرسی دولتی اتومبیلی در 75 حالت این صدمه ها پیاده‌گردان را گناهکار می‌داند.